سرخط خبرها. کشته شدن بیش از 40 سرباز ارتش در ولسوالی میوند قندهار. انگشت انتقاد کابل به سوی اسلام آباد است. منصوبین اردوی ملی که در اوکام بودن 43 نفرشان شهید شدن، 9 نفر زخمی است. شورای امنیت سازمان ملل خواستار مبارزه جهانی با گروه های عراس افکن. این شورا حمله های پسین در افغانستان را محکوم کرد. آخرین فرصت واشنگتن به پشتیبانان طالبان. We expect Pakistan to take decisive action against terrorist groups based within their own borders. رکس تلرسون میگه پاکستان باید با گروه های عراس افغان در خاک خود مبارزه کند. سلام و شبتان بخیر. به مجمع خبری ساعت 10 از 1 با من نصرت منصور خوش آمدید. در حمله گروهی از مهاجمان انتحاری بر یک پایگاه ارتش در ولایت قندهار بیش از 40 سرباز ارتش کشته شدند. این رویداد نیمه های شب گذشته در ولسوالی میوند رخ داده است. وزارت دفاع ملی میگوید این حمله از توان طالبان بیرون است و راه اندازی حمله های خونین پسین در افغانستان به خیر پاکستان نخواهد بود. افزون بر این، درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی اندر غزنی از شام گذشته بار دیگر آغاز شده است. پلیس غزنی میگوید که جنگ هنوز هم در این ولسوالی جریان دارد. اماد رستای گزارش میدهد. حمله مرگبار ارتش این بار در ولسوالی میوند ولایت کندهار. حمله های غافل گیر کننده طالبان که این بار جان بیش از 40 سرباز را گرفت و نزدیک به 10 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. مهاجمان شب گذشته با استفاده از موترهای آموی زیرهی پر از مواد انفجاری پایگاه ارتش در روستای چشمو را در این ولسوالی هدف قرار می دهند. انفجارهایی که بر بنیاد برخی روایت ها حتی این پایگاه را به گونه کامل از بین برده است. منصوبین اردوی ملی که در اوکام بودن 43 نفرشان شهید شدن، 9 نفر زخمی است، 6 تن لادرک است که او هم فکر میشن که شهید شده باشن زیر خاک و زیر خرابه ها مانده باشن که کار جریان دارن. با یک حمله و وسایط دیگه حمله انتحاری بودن، حمله را اجرا کردن، کاملا همی کم تخریب شدن. پس از حمله های مرگبار بر بیمارستان 400 بستر و قول اردوی 209 شاهین، رویداد شب گذشته یکی از خونین ترین و پیچیده ترین رویدادها در کشور است. وزارت دفاع ملی میگوید که انجام حمله های بزرگ دو روز پسین در ولایت های پکتیا، غزنی و کندهار از توان طالبان بیرون است. ای از توان یک گروه تروریستی که مثل طالبان ای بیرون است. پشت سر از این حلقات استخباراتی حلقاتی هستند که اونا همیشه اینا را حمایه کردن، اینا می را سازماندی میکنن و اجرا میکنن. ما این را گفته میتونیم که به نفع پاکستان نیست. به نفع پاکستان نیست، مثل که به انزوا میره، مثل که زیر فشار است. به همی شکل اگر زیادتر ادامه بتن، جامعه جهانی، حکومت افغانستان، مردم افغانستان، شما میدانید که رای خود انتخاب کردن و او رای صلح و مبارزه با ضد تروریسم است که در این پاکستان برنده نیست. افزون بر این رویداد، طالبان یک بار دیگر حمله هایشان را برای تصرف ولسوالی اندر ولایت غزنی از شام روز گذشته آغاز کردند. حمله هایی که اما از سوی نظامیان کشور دفع شده است. او دا اوس پیلن چکم جنگ دی پا اندرو که موگا دو نفر شهید او سلوون نفر زخمیان دی بگاش پی ردی خو موگا پا اندرو که دارو. امیدوار هستیم حکومت مرکزی هر چیز زودتر و ولسوالی اندر و دیگر توجه جدی بکنن تا اینکه نشوی ولسوالی ها از دست دولت برا و اگر خدا نخواسته ولسوالی ها سقوط میکنه، سقوط ولسوالی و معنای سقوط غزنی هست. همکنون نزدیک به 20 عملیات در 15 ولایت از سوی نیروهای امنیتی ادامه دارد. در ولسوالی امام صرف از شروع عملیات تا حال 138 کشته و در حدود 100 زخمی دارد. از جانب مخالفین است که اکثر از این از ولایت تخار و ولایت همجوار است که با کمک مخالفین آمده بود که در بین از این چندین سرگروه و قماندانشان به نام حمزه و حمزله اگر فیرستشان فیلن پیشمانیست چندین سرگروپاشون کشته شده.
در حمله های 3 روز پسین در ولایت های پکتیا، غزنی و این بار در میوند کندهار تا کنون نزدیک به 125 تن که بیشترشان سربازند کشته و نزدیک به 160 تن دیگر به شمول افراد ملکی زخمی شدند. طالبان در 3 روز پسین با انجام خونین ترین حمله های هراس افگنانه از تانک های زیرهی پر از مواد انفجاری استفاده کردند. هاموی هایی که در خط های مقدم نبرد از نزد نیروهای امنیتی گرفتند. ظاهرا این تاکتیک های طالبان نیروهای امنیتی را به درد سر بزرگ روبرو کرده است. حالا دیده شود حکومت افغانستان به این حمله های خونین طالبان چگونه پاسخ خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به حمله های مرگبار پسین در ولایت های پکتیا و غزنی از تمام کشورهای جهان خواسته است در برابر گروه های هراس افغان اقدام های جدی در پیش گیرند. این شورا حمله بر فرماندهی پلیس پکتیا و ولسوالی اندر در غزنی را نکوهش کرده و هراس افغانین را تهدید جدی در برابر جهان عنوان کردند. همزمان دبیر کل سازمان ملل حمله های پسین هراس افغانانه در کشور را خلاف قانون های جهانی خوانده و تاکید کرده که باید عاملان این رویدادها به نهادهای عدلی و قضایی کشانده شوند. نرگس اورخش گزارش می دهد. فرماندهی پلیس پکتیاست، جایی که دو روز پیش ده ها سرباز و غیر نظامی در آن جان باختند. رویداد مرگبار که در این ولایت بی پیشی نبود. طالبان با تانک های پر از مواد انفجاری بر این فرماندهی حمله کردند و ده ها تن را به خاک و خون کشیدند. همزمان غزنی نیز گواه رویدادهای مرگبار بود. رویدادهایی که واکنش نهادهای جهانی را به همراه شده است. شورای امنیت سازمان ملل این رویدادها را نکوهش کرده و از تمامی کشورهای جهان خواسته در برابر هراس افغانی مبارزه جدی کنند. همزمان دبیر کل سازمان ملل نیز این حمله ها را خلاف قوانین بشری و جهانی خوانده و تاکید کرده که باید عاملان آن دادگاهی شوند. سازمان ملل متحد این حمله ها را نگاهش میکند. این گونه حمله ها که در آن غیر نظامیان جانهایشان را از دست میدهند خلاف تمام قانون های بشری و جهانی است و ما خواهان به دادگاه کشانیدن عاملان این حمله ها هستیم. در کنار این، اینجا در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش حمله های هراس افغانانه و همزمان با آن افزایش تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی می کند و از گروه های هراس افغان می خواهد از کشتار غیر نظامیان جلوگیری کند. ما خانه ازی هستیم که گروه طالبان و دیگر گروه اطرافی درگیری که در کشور هستند احترام و رعایت جان و مال افراد ملکی را بکنند. در نقاطی که خطری از این وجود دارد، ترسی از این وجود دارد که افراد ملکی صدا می‌بینند از عملیات پرهیز بکنند، اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط که سه اصل عمده حقوق بشر دوستان بین‌المللی است به صورت کامل رعایت بکنند. از سوی هم شورای سراسری علمای افغانستان نیز این رویدادها را خلاف موازین اسلامی خوانده و آن را نکوهش کرده است. حمله های هراس افغانان در جریان دو روز گذشته تا کنون بسیار شدت گرفته است. از روز دوشنبه این هفته تا امروز بیش از 300 نظامی و غیر نظامی در حمله های هراس افغانان کشته و زخمی شدند. و ظاهراً اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، نظامیان کشور و مردم افغانستان روزهای دشواری را در پیش خواهند داشت. پاکستان باید گام‌های عملی بر ضد هراس افغانان در داخل خاکش بردارد. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که حضور هراس افغانان در پاکستان تهدید جدی برای تمام منطقه به شمار می‌رود. تیلرسون گفته است واشنگتن به پشتیبانان طالبان دیگر فرصت نخواهد داد که زمینه قدرتگیری دوباره این گروه را فراهم کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا همچنان به طالبان هشدار می‌دهد که واشنگتن تا زمان در افغانستان حضور خواهد داشت که طالبان ذهنیت جنگیشان را تغییر دهند و بروند صلح بپیوندند. مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا و بحث روی مسائل پاکستان. وزیر خارجه آمریکا اینجا آمده درباره اهمیت روابط هند و نیز حمایت پاکستان از هراس افغانی صحبت کند. میگوید برای تامین صلح در افغانستان پاکستان باید پناهگاه‌های امن هراس افغانان را در خاکش نابود کند.
Pakistan too is an important US partner. گرچه پاکستان یکی از همپیمانان مهم آمریکا در منطقه است، اما ما از این کشور می‌خواهیم که گام‌های عملی و جدی را بر ضد هراس‌افکنان در بخش‌های مرزیش بردارد. حضور فعال این گروه‌ها در خاک پاکستان نه تنها یک تهدید برای این کشور، بلکه تهدیدی برای تمام منطقه به شمار می‌رود. از سوی همین مقام ارشد دستگاه دیپلماسی آمریکا تاکید دارد که واشنگتن در تلاش جستجوی یک راه حل برای رسیدگی به بحران افغانستان در بیرون از مرزهای این کشور است، اما هشدار می‌دهد که آمریکا دیگر به حامیان مالی طالبان این فرصت را نخواهد داد تا زمینه قدرتگیری این گروه را فراهم کنند. افغانستان با ثباتی که در آن گروه‌های هراس افغان دیگر فعالیت کرده نتوانند، به نفع همه به ویژه پاکستان است. راهبرد ما مشخص است. پس از این آمریکا به هراس افغانان، پشتیبانان مالیشان و محل مشخص بودوباششان این اجازه را نخواهد داد که بتوانند دوباره تجدید قوا نموده و دست به حمله‌های هراس افغانانه بر ضد منافع مردم ما و دیگر کشورهای جهان بزنند. در کنار این، تلرسون و طالبان نیز این گونه هشدار می‌دهد. تعهد جدی آمریکا در قبال افغانستان یک پیام روشن به طالبان و دیگر گروه‌های هراس افغان دارد، اینکه ما هیچ جایی نخواهیم رفت تا زمانی که نیاز باشد و ذهنیت جنگ طلبانه طالبان در افغانستان تغییر نکند. واشنگتن در این کشور حضور خواهد داشت. ما شما را مجبور خواهیم ساخت که سر سازش را با حکومت افغانستان روی دست گیرید، چی از راه گفتگوهای صلح و یا چی از راه مصالحه ملی. وزیر خارجه آمریکا همچنان از نقش فعال هند در تامین صلح و امنیت در افغانستان ستایش کرده و میگوید که دهلی نو یک همپیمان مهم واشنگتن در افغانستان به شمار می رود. در همین حال نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل ضمن تاکید بر ایفای نقش بیشتر هند در افغانستان گفته است که دهلی نو می تواند هم در زمینه بازسازی افغانستان و هم نظارت بر پاکستان به آمریکا کمک کند. دونالد ترامپ با افزایش حمله هواپیماهای بی‌سرنشین در خاک پاکستان دستور داده است. بر بنیاد گزارش‌ها در جریان سه هفته گذشته این هواپیماها بیش از 70 بار پناهگاه‌های هراس افغانان را در خاک پاکستان هدف قرار دادند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در جریان دو روز گذشته بیش از 30 هراس افغان در این حمله‌ها کشته شده و گروه موسوم به جماعت الاحرار نیز کشته شدن یک فرمانده‌اش به نام عمر منصور را در این حمله‌ها تایید کرده است. بشیر احمد قاسمی گزارش می‌دهد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که چندین پناهگاه امن شبکه اقانی و گروه های هراس افغان در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان آماج حملات هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی قرار گرفته است. رسانه های غربی گزارش دادند که دونالد ترامپ دستور افزایش حملات هواپیماهای بی‌سرنشین را صادر کرده است. یک جنرال بلندپایه آمریکا گفته است که این حملات به هدف نابودی هراس افغانان صورت می‌گیرد. وزارت دفاع از افزایش حملات هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در خاک پاکستان استقبال می‌کند و موجودیت پناهگاه‌های امن هراس افغانان را خطر جدی برای امنیت منطقه می‌داند. اگر جامعه جهانی می‌خواهد که مشکل حل شود، جایش معلوم است، او طرف پاکستان است، او طرف خط است. بنان بالای اونا فشار بیارن، اونا را زیاد فشار بدن تا که از حمایت درستا اونا دست بردار شوند. یک طریقه شمی است که ضربات هوایی بالای مراکزشان اجرا شود از طرف ایالات متحده آمریکا. با باور آگاهان، استفاده از هواپیماهای بی‌سرنشین به هدف نابودی پناهگاه‌های هراس افغانان در خاک پاکستان مؤثر است و باید این گونه عملات افزایش یابد. مطمئن شدند که ما در هر جایی که باشیم، در ساحات وزیرستان و بلوچستان و ساحات کویت و حتی تا چترال، اینا ما را عملات هوایی بله ما صورت میگیره و ما در هیچ جای امن برامون نیست. به این لحاظ میتونه که گفته بتونیم که یک نقطه بسیار مثبت برای کشور ما است. همزمان با این، یک فرمانده مرزی پاکستان گفته است که به هدف جلوگیری از رفت آمد هراس افغانان تمام 2500 کیلومتر مرز میان افغانستان و پاکستان اثارکشی خواهد شد و تا کنون 43 کیلومتر آن اثارکشی شده است. به گفته این فرمانده مرزی پاکستان، از این سارکشی مرز مشترک افغانستان و پاکستان دست کم 600 میلیون دلار خواهد شد.
شاید همان ارقام پلیس مرزی افغانستان و ظرفیت آنها به آنان این اجازه را ندهد که مانند ما همیشه در این منطقه مرزی حضور داشته باشند. اما من برایتان میگویم که اینجا باقی خواهیم ماند، در حالی که ما با این کار ماموریت خود را انجام میدهیم. اما به برادران افغانستانی خود نیز این اطمینان را میدهیم که پس از تکمیل این پروسه هیچ نقطه مرزی دو کشور بدون حصارکشی باقی نخواهد ماند. افغانستان همواره تاکید کرده است تا زمانی که مراکز تمویل، تجهیز و آموزش راسفگنان در خاک پاکستان نابود نشود، مبارزه با راسفگنی در افغانستان بی‌نتیجه خواهد بود. آگاهان نظامی در افغانستان باور دارند برای پیروزی راهبرد دونالد ترامپ، نابودی پناهگاه‌های راسفگنان در آن سوی مرزها حیاتی است. در ادامه خبرها، آغاز مرحله عملی سازی راهبرد مبارزه با فساد. تشخیص شدن که کدام مراحل است که در این واحدا نیاز برای استاندارد سازی دارد. دلیل مصرف نشدن بودجه های انکشافی اداره های ضعیف تدارکاتی است. بیش از 3 میلیون جمعیت کشور معتاد به مواد مخدر. 800 هزار تن این معتادین زنانند. دوباره خوش آمدین. ادامه مهمترین ها. مرحله عملی سازی راهبرد مبارزه با فساد حکومت وحدت ملی امروز آغاز شد. در گام نخست این مرحله آزمون جمعی نزدیک به 700 بست تدارکاتی از راه کانکور در کابل برگزار شد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اداره های تدارکاتی ضعیف را دلیل مصرف نشدن بودجه های انکشافی در نهادهای حکومتی میداند و میگوید با گزینش افراد از راه این آزمون این مشکل حل خواهد شد. آزمون برای گزینش افراد در نزدیک به 700 بست تدارکاتی در نهادهای حکومتی. این آزمون بخش عملی راهبرد جدید حکومت برای مبارزه با فساد است. رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری تاکید دارد که با گزینش افراد از راه این آزمون در بست‌های تدارکاتی نهادهای حکومتی بسیاری مشکل‌های گذشته به ویژه میزان مصرف بودجه‌های انکشافی این نهادها حل خواهد شد. واحدهای تدارکات در تمام ادارات حکومتی در مرحله اول بررسی شدند، مورد یک ارزیابی عمومی قرار گرفتند، مشترکاً با اداره تدارکات ملی تشخیص شدند که کدام مراحل است که در این واحدها نیاز برای استاندارد سازی دارد. این آزمون در دانشگاه کابل به میزبانی وزارت تحصیلات عالی برگزار شده است. سرپرست این وزارت تاکید دارد که این روند شفاف است و حق به حق دار خواهد رسید. پروسه کمافی سابق شفاف است و ما انشاءالله اطمینان میتیم که تمام کاندیدایی که به اصل مهارت و تجربه و دانش اونا انتخاب خواهد شدند و حق به حق دار انشاءالله میرسه. همزمان داوطلبانی که برای رسیدن به بست‌های تدارکاتی به این آزمون اشتراک کردند، نیز از حکومت می‌خواهند که شفافیت در روند گزینش افراد از راه این آزمون را جدی بگیرند. خواست ما این است که یک پروسه شفاف، کسانی که واقعا زحمت تلاش کشیدند، دیگر کامیاب شوند. تقریبا در این پروسه 40% باورمند هستم که پروسه شفاف است. در این مرحله 697 بست اعلام شده. بیش از 8100 تن اشتراک کردند که از هر 11 تن یکی از آنان به این بست ها راه خواهند یافت. وزارت کار و امور اجتماعی این اقدام برای گزینش افراد را گام بزرگ برای مبارزه با فساد می داند و تاکید دارد که این روند باید ادامه یابد. مواد مخدر معتادند. بر بنیاد آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر بیش از 3 میلیون از جمعیت کشور را معتادان تشکیل می‌دهد که از این میان 100 هزار معتاد تنها در پایتخت وجود دارد. حالا وزارت مبارزه با مواد مخدر روند آگاهی‌دهی از ضررهای مواد مخدر را در 13 ولایت کشور برای انداخته است. را به اسادت گزارش می‌دهد. قدم های نخست برای آگاهی دهی از ضررهای مواد مخدر از اینجا آغاز می شود. لیسه حبیبیه. وزارت مبارزه با مواد مخدر می کوشد از روش های گوناگون برای آگاهی دهی استفاده کند.
تئاتر و شیوه های از این دست. چگونگی پیوستن جوانان به اعتیاد ریشه اصلی هم فقر و تنگستی از مواردی است که در این نمایش به آنها پرداخته شده است. پارچه های تمثیلیشان قدر دلچسب بود که در چشم بسیاری از شاگردای ما اشک روان بود. واقعا دلچسب بود. شاگردای ما را بیدار ساخت، زنده ساخت که با اشخاص و افراد یلگرد بیکاره و ناکاره نگردند. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید روند آگاهی دهی را در 13 ولایت کشور عملی میکند، در مکاتب و نقاط مزدحم شهرها. بیش از 3 میلیون نفوس کشور معتاد به مواد مخدرند که 800 هزار تن آن را زنان تشکیل می‌دهد. تنها در شهر کابل 100 هزار معتاد موجود است. بدبختانه بعضی از دوستان ما که آغشته هستند، اونا خوب با تئاتر زیگاپا نمیشن، برای اونا ما کارمند اجتماعی داریم که داخل از اونا بالخصوص مثلا در شهر کابل هم در زیر پل سوخته همونجا براشون کار میکنن و وقتی اونا رو تیار میکنن برای تداوی و فکر میکنن که تیار هستن در تداوی، باز ما اونا را از زیر پل سوخته میورداریم و در کمپ فینیکس میبریم. مسئولان در وزارت مبارزه با مواد مخدر برگزاری این گونه برنامه ها را در سطح کشور برای پایین آوردن آمار معتادین مواد مخدر مؤثر می داند. اما خیلی ها باور دارند که آمار رو به افزایش میزان معتاد مواد مخدر در کشور ایجاب اقدام های بیشتر و نیازمند برنامه های جدی است که تاکنون حکومت کمتر به آن توجه کرده است. خبرها همین قدر بود، اما در حاشیه خبر امشب، یک طرف جامعه جهانی حمله های عراس افغانانه را بر مردم افغانستان نکوش میکنند و بر ادامه مبارزهشان با عراس افغانی تاکید دارند، اما طرف دیگر دشمنان همچنان در کمین نشستند و پس از چند توقف وارد عمل میشوند و مردم بیگناه افغانستان را به خاک و خون میکشانند. حمله پکتیا، غزنی و در نهایت قندهار قربانی مردم بیگناه و سربازان. خوشبینی های با وجود آمده همه در یک نگاه چشم براب نقش براب می شود و اصلا درکش مشکل است که با وجود حمایت های جهانی قربانی مردم باز هم زیاد می شود. حکومت افغانستان برای این خونریزی و تلف شدن مردم چه پاسخ دارد؟ روی این موارد با مهمانانم در حاشیه خبر امشب بیشتر بحث خواهیم کرد. با ما باشید.